بلام یاد پروردگار بیاندازم مهربان و بخشایشگر. سلام عزیزان، به دست شاشتون بخیر، خدا کنه جور صحت و سلامت باشین. خیلی خوش آمدین به یکی از دیگر برنامه های رسم زندگی. ما همیشه وقت تلاش میکنیم بهترین موضوعات را انتخاب بکنیم تا حدی بتونیم مشکلات از شما عزیزان را حل بکنیم و شما عزیزان میتونین جهت حمایت از برنامه خودتان صفحه رسمی رسم زندگی را لایک بکنید، کامنت بگذارید و همچنین منتظر نظریات، پیشنهادات و انتقادات تک تک شما عزیزان از طریق راه های ارتباطی برنامه 4647 هستیم و شما عزیزان میتونین نظر به موضوع برنامه با شماره تماس 02220 تماس بگیرین. موضوع برنامه امروزی رسم زندگی برمیگرده بر رژیم غذایی در تابستان. ای که حالا بعضی از هموطنان من هستن وقتی که وزنشان خیلی زیاد میشه، افزایش پیدا میکنه، یعنی چاق میشن، اینا رژیم غذایی میگیرن. آیا رژیم غذایی میتونه که مفید واقع شه بر بدنمون یا خیر؟ پس چه خوب است بحثمون رو آغاز بکنیم با مهمان برنامه‌مون جناب دکتر صاحب علیم خان آریان که نام متخصص داخلی عمومی و همچنان اساسیت یا آلرژی هستند، در رابطه به همین موضوع خیلی مهم صحبت میکنن. سلام دکتر صاحب، خیلی خوش اومدین، به دست شاشتون بخیر. بخیر باشین، سلامت باشین. به نام خداوند مهربان و نهایت بارم با عرض سلام و ادب خدمت کارمندای محترم تلویزیون خورشید و بیننده های عزیز. سلامت باشین دکتر صاحب. چه خوب است در نخست یک تعریف خیلی کوتاهی داشته باشیم از رژیم غذایی. اصلا غذا رو ما میتونیم که تقسیم کنیم به 5 بخش. بله. که یک بخشش به نام کاربوهیدرات یا قندیات یاد میشه، یک بخشش به نام پروتئین، یک بخشش به نام لیپید یا شحمیات و همچنان دو بخش دیگه‌ش هست که ویتامین هاست، منرال هاست و آب است. بله بسیار خوب. بعضی از هموطنان ما هستن قسمی که در ابتدای صحبت های ما میادوری کردم دکتر صاحب که رژیم غذایی میگیرن در هر فصل که دلشان شد یا زمانی که مشاهده میکنن که وزنشان افزایش پیدا کرده، آیا میتونه همین رژیم غذایی بر بدنشان مفید واقع شوه یا خیر؟ به نظر ما رژیم غذایی نظر به فصل سال، نظر به حالت فیزیکیش هست، بله. نظر به وزنش، نظر به شغل و وظیفیش باید متفاوت باشه. مثلا یک شخص از ورزشکار است، دهقانکار است، او با یک کالوری زیاد ضرورت داره، انرژی مصرف میکنه، باید انرژی بگیره، باید غذای بسیار قوی بگیره، غذای بگیره که کالوری بلند داشته باشه، مثل پروتئین ها که گوشت است، لبنیات است، شحمیات که قیماق و مسکه و چیز هست. و یک شخصی که مثلا فعالیت فیزیکی نداره، تحرکت نداره، خصوصا مامورین که همیشه در چوکی میشینن، مثلا پیاده روی نمیکنن، ورزش نمیکنن، کسایی که در شهر زندگی میکنن، اینا باید کوشش بکنن که کالوری کم بگیره، یعنی غذای بگیرن که کالوری کم داشته باشن. اینا باید ویژیتیرین باشن، کوشش کنه از حبوبات و نباتات زیادتر استفاده بکنن، از ترکاری با مثل بامیه، فاصله، کدوگرگ، تورایی، نظر به گوشت و لبنیات و همچنان نظر به فصل سال، نظر به درجه حرارت هم به رژیم غذایی در تغییر باشه. مثلا آل تابستان است، اول سال گرم است، غیر از اینکه درجه حرارت بلند است، هوا گرم است، بعضا در فصل سال بادهای بسیار تیز هم میوزد، در این وقت باید کوشش بکنه که از غذایی که کالوری بسیار بلند داره مثل گوشت و لبنیات و قیماق و مسکوی گپا باید استفاده نکنن، باید از غذایی که کالوری بسیار کم داره، خصوصا از نباتات و ترکاری باب که اینا سلولوز داره، فایبر داره، یعنی در بدن مکمل هضم نمیشه، و همچنان از میوه‌جات آبدار باید زیاد استفاده شود، به خاطر اینکه در این فصل سال زیادتر ما شما آب بدن خود ضایع میکنیم. یعنی اکثرا از خاطر اینکه درجه حرارت بسیار بلند است، آفتاب در این فصل سال بسیار داغ میباشند، ما شما مایات خود از دست میتیم، بعد یادرشن مواجه میباشیم، باید از میوه‌جات آبدار استفاده بکنیم، خصوصا میوه‌جات وطن ما شما. البته اشاره این به طرف خربوزه و تربوز است، باز خصوصا تربوز، تربوز که از به مقدار بسیار زیاد آب دارد در ترکیب خود، گلوکوز داره، ویتامین ها داره، انتی اکسیدان داره، یعنی در تابستان ما میتونیم گفته که تربوز نه تنها غذاست، نه تنها میوه است، بلکه شفاست، بلکه دواست. البته ما از هموطنان خود از طریق تلویزیون شما برشان پیام خودم میگذارم که
کوشش بکنن که در یک وقت در دسترخوان خود اینا باید تربوز داشته باشه. دهقانای ما شما که در ولایت فرا بسیار زحمت کشیدن، تربوز کاشتن، باید امروی از اینا ما شما یک همکاری بکنیم. بله، میوه وطن خود باید مصرف کنیم تا که اونا یک گزینه خوب داشته باشن. بله دقیقاً، قسمی که جناب دکتر سبیادوری کردن در رابطه به همین ویتامین ها، در رابطه به همین غذاها، ای که ما چونه میتونیم از این غذاهایی که در داخل کشورمون وجود داره استفاده های داشته باشیم، تمامش برمیگرده بر تقسیم اوقات غذایی خودمون. خب دکتر صاحب، بعضی از جوانان هستن زمانی که میخواین رژیم غذایی بگیرن، آیا این ضرور است که باید پیش دکتر صاحب مراجعه داشته باشن و بتونن یک تقسیم اوقات درست داشته باشن در رابطه با رژیم غذاییشون، یا خیر؟ نظر بسیار خوب است، به خاطر از اینکه یک دکتر مکمل معلومات می داشته باشه. بله. که یک انسان مثلا روزانه چقدر کالوری انرژی بگیره، شب چقدر انرژی بگیره، چاش چقدر بگیره، صبح چقدر بگیره و در کدام وقت و زمان باید زیادتر بگیره، کدام وقت و زمان کمتر بگیره. یعنی به نظر من اگر امروی یک دکتر معالج خود تماس بگیره، از اون مشوره بگیره، این کارشان به حساب بسیار کامیاب میشن، دیسی کنترل وزنشان، دیسی صحتشان، خصوصا از طرف شو باید غذا کم گرفته شود و غذا باید وقتتر صرف شود و از طرف صبح و چاش باید غذا زیادتر گرفته شود. ای به نظر من بهتر است. بله دقیقاً، قسمی که جناب دکتر بیادوری کردن در رابطه با رژیم غذایی من، درست است رژیم غذایی میگیریم، اما زمانی که یک وقت نخوردیم یک وقت دیگر آنقدر میخوریم که تا از همون وقت که باید میخوردیم از هم کرده زیادتر نوشجان میکنیم. خب دوستان بینده، میتونیم به شمار تماس 02-220-93 تماس بگیریم. حالا یک میان برنامه خیلی کوتاه داریم و دوباره برمیگردیم، منتظر تماس شما هستن. دوباره برگشتیم، با شما حیزان بیننده هستیم در ادامه برنامه رسم زندگی و شما حیزان میتونین به شما تماس 02-220-93 تماس بگیرین و پرسش هایتان مطرح بکنین با جناب دکتر صاحب. خب دکتر صاحب، دوباره برگردیم به طرف پرسش ها. بعضی از بیننده های عزیزمون، بخصوص بعضی از هموطنان عزیزمون که منکنون بیننده برنامه رسم زندگی هستن، از غذاهای بریان شده یا سرخ شده استفاده میکنن. این چه قسم میتونه تاثیرگذار باشد بالای معده مون و چه قسم میتونه که صدمه وارد بکنه به خاطر این که ما در چی میگن در پوشش رژیم غذایی قرار داریم، یعنی رژیم غذایی گرفتیم اما بازم از غذاهای سرخ شده استفاده میکنه؟ غذاهای بریان شده یا ما برش فراید فود میگیم. بله، غذایی را گفتم میشه که در یک مقدار روغن بسیار زیاد به درجه حرارت خیلی بلند و مدت طولانی و غذا پخته شده، این به نام فراید فود یا غذای بریان شده میشه. وقتی که یک غذا بریان میشه دو تغییرات بسیار منفی میه که او را ما براتون کوتاه معرفی میکنم. یکی خود اما غذا، مثلا گوشت یا مثلا مواد نشایستهی در ترکیب خود او آب داره به یک فیصدی. وقتی که ای در روغن بریان میشه اونمو آب خود از دست میته، جانشین از این روغن میشه. یعنی سوی روغن از او زیاد میشه، بالاخره کالوری از او زیاد میشه و هر کسی که از او استفاده میکنه وزن از او زیاد میشه، چاق میشه، به امراض مثل دیابت تایپ 2 یا شکر تایپ 2، به امراض قلبی، به جگر چرب یا فت لیور اینا کاندید میشن و نزدیک میشن. و همچنان غذا وقتی که بریان میشه اما مواد مغذی که در داخل غذا است، مثل ویتامینا، مثل امینو اسیدا، مثل گلوکوز، مواد مغذی که برای صحت ما مفید است، برای بدن ما ضروری است، او خاصیت مغذی خود از دست میده. ویتامینا خاصیت خود از دست میده، گلوکوز خاصیت خود از دست میده، پروتئین، امینو اسیدا خاصیت خود از دست میده. یعنی به یک غذای مبدل میشه که به بدن ما هیچ فایده نمیرسانه و از طرف ثقیل الهضم میشه، یعنی سیستم هضمی ما توانایی را از دست میده به هضمیت ازی. مثلا هضمیت که از میده شروع میشه، اول میده کوشش میکنه که غذای بریان شده را هضم بکنه، بالای سر ازی مثلا تیزاب و انزایم افراز میکنه ولی در هضمیت ازی ناکام میشه. وقتی که ناکام شد در میده یک هایپر اسیدیتی یا فرط تیزابیت به میان میاد.
که پسان بازی به گسترایت اسمو بدل میشه، یعنی به التهاب میده مو بدل میشه. اما تو در امای رقیقه و در امای غلیظه در اونجا جذب بزی دوچار مشکلات میشه که بالاخره در اونجا تفسخ و باد و قبضیت و بعضن اصالات بار میره. و همچنان وقتی که غذا بریان شد، خصوصا غذایی که نشایستهی باشه مثل کچالو یا مثل آرد یا مثل برنج، یه وقتی که بریان میشه با یک ماده زهری به نام اکریلاماید مبدل میشه که ماده زهری سرطانزاست، یعنی باعث سرطان میشه. بله بسیار خوب دکتر صاحب. قسمی که اگر ما از این غذاهای بریان شده یا سرخ شده استفاده بکنیم میتونه از اثر زیادی داشته باشه. حالا تماس داریم ببینیم کدوم بیننده ما از کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم، بعد از چاشتون بخیر. سلام علیکم، خوب هستم؟ خوب هستم. علیکم سلام، تشکر، بفرمایید. از شاشید به تماس شده، میخواستیم از دکتر صاحب درباره می چربی خون معلومات بگیریم که چی رو باید بخورن و چی رو نباید بخورن. فقط همین پرسشتان از برادر عزیز؟ وقت سال بخیر، خدا نگهدارتون. متاسفانه که تماسشان رو همچنان حزیز دادیم. بفرمایید دکتر صاحب. سوال بسیار خوب کردن، خصوصا اشخاصی که شهرنشین هستن، در شهر زندگی میکنن، فعالیت فیزیکی ندارن، باز خصوصا کسایی که در شهرم زندگی میکنن و اینا کلاب نمیرن، ورزش نمیکنن، پیاده روی ندارن، زیادتر از موتور استفاده میکنن. برای از اینا توصیه ما ایست که کوشش بکنن که از غذای چرب، از خوردن بسیار غذای چرب اینا خودداری بکنن، به خاطر از اینکه یک گرام چربی تقریبا 9 کالوری انرژی در بدن تولید میشه و وقتی که متواتر چربی خورده شوه، یکی خود وزن زیاد میشه، خودش زیاد وزن که از در بدن بسیار مشکلات بار میره، مریض کاندید میشه به طرف شکر تایپ 2 یا دیابت تایپ 2، کاندید میشه به طرف امراض قلبی، چرا که بدن تا وقتی که ضرورت داره به خاطر ادامه فعالیت های حیاتی از اون غذایی که ما میخوریم از اون مصرف میکنه. غذایی که اضافه میشه با قسم ذخایر چربی در بدن ذخیره میشه، مثلا در چهار دوبر جگر ذخیره میشه، در چهار دوبر قلب ذخیره میشه که شرایین اکلیلی قلب تنگ میسازن که بعدن باز مریض حتی به طرف عملات قلبی نزدیک میشه. کسایی که وزنشان زیاد است، کسایی که رژیم غذاییشان بسیار غنی است، بدپریزی میشه از بهشان، پرخوری میشه برشان. توصیه ما بر از اینا ایست که اقلا هر 6 ماه بعد برن به کلینیک، به لابراتوار لیپید پروفایل یا پروفایل چربی خون خود مکمل معاینه کنن تا که برشان معلوم شوه که چربی خونشان از حد نرمال چقدر بلند شده. بله. که بالاخره تحریک شون و متوجه شوند و رژیم بگیرن، پریز بکنن. بله، چون یگانه راهی حل همین است. از زمانی که ما چنین مشکلات را دیدیم باید بریم پیش دکتر صاحب مراجعه داشته باشیم تا بتونیم یک تشخیص درست داشته باشن از این مشکلات که ما داریم. خب دکتر صاحب، بعضی از تابلت های وجود داره به نام تابلت های گیاهی کم چاق کننده هستن و هم لاغر کننده. هیچ قسم میتونه حوادث جانبی داشته باشه و یا هم میتونه فایده زیاد داشته باشه؟ با مسرت دکتر صاحب الان تماس داریم ببینیم کدوم دوست ما از کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم، بعد از چاشتون بخیر. بله سلام خواهر عزیز. علیکم سلام، تشکر، بفرمایین خواهر عزیز. بخشن یک سوال داشتم از دکتر صاحب. بفرمایین مطرم کنیم. تکلیف دار هستم که چار نقطه دوام خودم خوب نزدم این حالا که هرچی میخورم پس میگردانم باز ایتو که ایتو زیاب نفسم قیدی مکنه. دکتر رفتم مگه این مشکل میده دست دوام خوردم هیچ تاثیر نکرد. درست است خواهر عزیز، اگر دیگر پرسش ندارین وقتتان بخیر، خدا نگهدارتان. بفرمایید دکتر صاحب. در نخست درود احترام به خواهر عزیز و تکلیف از اینا چون حمل دارن. بله. در دوران حاملگی دلبدی و استفراغ خصوصا از طرف صبح یک امر طبیعی است، یعنی کدام تکلیف یا کدام مرض نیست، به نام
مانند سیکنس یاد میشه. فقط امروی دکتر مالج خود تماس بگیره. اگر تکلیف بسیار زیاد شد، یک قسم قرصایی است که او ضد استفراغ است، از او استفاده بکنه و کوشش بکنه که رژیم غذایی خود منظم بسازه. در زمان باید به قدر کافی از میوه‌جات استفاده بکنه، از لبنیات استفاده بکنه، خرما بخوره و مایعات به قدر کافی بگیره. بله، چه خوب است. حالا دوباره برگردیم به پرسش قبلی ما. بله. در رابطه با تبلت‌های گیاهی چوقی و لاغری بود. خب به نام گیاهی همو تا یک نام سرش میمانه، همو کمپانی ها به خاطر مارکتینگ. بله. در حقیقت اکثریت از اینا بجز از استراید دیگه کدام چیزی نیست. استراید که از دفتن وزن زیاد میسازن. بله. هستن کسانی که وزنشان کم است، اینا یک قسم رنج میبرن از وزن کم و اینا پیش دکتر میرن، دوای خودسرانه میگیرن تا که وزنشان زیاد شوه. ولی او استراید ها که از وزن به شکل طبیعی زیاد نمیکنه، بلکه اونا در سیستم هورمونی مداخله میکنه، چرا خودشان هم هورمون هستن. بالای سیستم کلیوی یعنی بالای گرده ها تاثیر سو داره، بالای قلب، بالای جگر به شکل مصنوعی مریض میپندانه. بله، یعنی ابروز جانبی داره. بله، مقاومت بدن پایین میره. با مصرف دکتر سایی تماس داره. بله، سلام علیکم. بله، سلام علیکم. سلام علیکم دکتر صاحب، چه حال؟ خوب هستین؟ استاد شما خوب؟ و علیکم السلام، بخیر باشین. سلام باشین دکتر صاحب، ما تکان دل داشتم اول. بله، بفرمایید. بازار یک رفتم معاینات کردم، هیچ نتیجه نداد. ایکو گرفتم، معاینات قلبی کردم، هیچ کدام نتیجه نداد. باز من امپرازول خوردم، امپرازول فایده کرد. دیگه گفتم از دکتر صاحب یک مشوره بخوام. حال درست از برادر عزیز، وقتتان بخیر. بینده و شنونده برنامه خودتان باشین، حتما جواب سوالتان را پیدا میکنین. بفرمایید دکتر صاحب. در نخست سلام و احترامات خود به برادر عزیز تقدیم میکنم. برادر عزیز، ما یک عصب داریم به نام زوج ده یا وگوز. این زوج ده وقتی که پایین شده به قلب، به معده، به تمام سیستم هضمی شاخه میده. وقتی که در یکی از اینا مشکل موجود باشه، مشکل عمومی احساس میشه. شما گفتین که من از اومپرازول استفاده کردم و تکان قلب من تسکین شد یا آرام شد. پس از این معلوم میشه که شما اصلا تکلیف قلبی ندارین، تکلیف معده دارین. بله دکتر صاحب، بازم تماس داریم. ببینیم کدام بیننده ما از کجا تماس گرفتن. بله، سلام علیکم، بعد از شاشتون بخیر. تشکر، سلامت باشین. نیتان لاستم از شوربازار به تماس شدیم. خیلی خوش آمدین برادر عزیز. میشه پرسشتان مطرح بکنین؟ زنده باشین. ما می تقریبا یک هفته پیش مرخه بودم، یعنی درجه 160 بود. بله. نگال فعلا نگه در 40 و 80 رسیده می سرم بسیار گنگ میشه. دکتر صاحب پرسش داری؟ دیگه امیر از دکتر صاحب گفتم پرسان کنیم که دیگر پرسش ندارم برادر عزیز. استفاده میکنم و میگنگ. ببخشید برادر، این دفعه چندم است که مورقه میشی؟ بار اول است یا چطور تکراری است؟ این همی اولین دفعه ام است دکتر صاحب. من درست از برادر عزیز، وقتتان بخیر، خدا نگهدارتان. بینده و شنونده برنامه خودتان باشین، جواب سوالتان را دریافت میکنید. بفرمایید دکتر صاحب. خود مورقه که است یا سلمونیا تایفاید، این یک میکروبی است که خصوصا این میکروب اکثرا در فصل تابستان در موسم گرما زیادتر شیوع زیاد می باشد. بله. و سرایت از هم اکثرا از طریق آبهای آلوده و غذای ملوث. من برای برادر خود توصیه می کنم که چون از یک طرف مریضی مورقه را تیر کردی و از یک طرف هم دوای از او که از با او رژیم تداوی که با او رژیم انتیبیوتیکی که تداوی شدی، او دوا هم بسیار یک دوای ثقیل است که سر بدن انسان فشار میره. بله. ای تمام گنگسیت و بیالی از تاثیری از او است. ولی من برای برادر خود چند توصیه دارم. یکی، باید فوراً بره در یکی از مراکز طبی، در دولتی خو امکانات نیست، در مراکز طبی شخصی بره، در یکان شفاخانه شخصی بره، در یکان لابراتوارا بره. بله. واکسین مورقه را بکنه، به خاطر از اینکه مورقه زود
تکرار شدنی است، خصوصا در فصل تابستان. بازدهی شهری که ما شما زندگی میکنیم، در اینجا چانس دوباره تکرار از این انتان بسیار زیاد است، چرا که آب ما شما سپتیک است، غذای ما شما صحیح نیست. باید این برادر ما فورا بره اینا واکسین بکنن. واکسین تقریبا برای مدت سه سال معافیت میده. بله بله. سلام علیکم، بعد از شاشتون بخیر، خیلی خوش آمدین. سلام علیکم. آب فرمایین برادر عزیز. با سلام برای شما، برای دکتر صاحب محترم. من یک دختر دارم 16 ساله است. در تقیید دیگر شهر رقم اولا پیدا شده 12 فانسی است. مگه از چیز حیوانی بیره آماده میشه یک مقام درست را انتخاب بکنین برادر عزیز؟ بله؟ بله، سلام علیکم. بفرمایین برادر عزیز، دوباره پرسشتان رو مطرح بکنین؟ من پرسش شدیم. من دختر دارم 16 ساله، شکلی دیگر شکلی درست است برادر عزیز، پرسشتان از جناب دکتر صاحب گرفتن و حتما بینده و شنونده برنامه باشه. برادر بسیار باشین، تشخیصتان کی کرد؟ آیا شما کدام سونوگرافی کردین، الٹراساوند یا معاینه تلویزیونی کردین، سیتی اسکن کردین، کدام معاینه را کردین و بالاخره کی برتان گفت که یک مشکل است؟ آیا پیش کدام متخصص رفته بودین؟ متاسفانه که تماس دوست ما را عزیز دادیم. دکتر صاحب بفرمایید. خب سوال قبلی را یا فعلی را؟ فعلی را. خب قبلی هم تقریبا حل شد. بله؟ گفتم که باید واکسین مورقه بکنه و کوشش بکنه خصوصا در می فصل سال مایات زیاد بگیره، از میوه‌جات آبدار زیاد استفاده بکنه، از غذای بسیار تند و تیز و چرب خودداری بکنه، یعنی مکمل پرهیز هم نکنه ولی اونقدر زیاد نخوره. بله. و برادر ما که گفتن که دختر ما 16 سال است و در جگرش بعضی نشانی های دیده شده، اگر اینا پیش کدام متخصص رفتن و اونا برشان از طریق انجام بعض معاینات، مثلا معاینه تلویزیونی و سیتی اسکن برشان گپ زده، کوشش کنم موضوع را که تمام متخصص حل بکنه. و در غیر از اون مشوره ما ای است که پیش یک جراح عمومی یا یک جنرال سرجن که ما میگیم اینا تشریف برن، به خاطر از اینکه کسی که جراحی عمومی، تخصص در جراحی عمومی داشته باشه با این مسائل زیادتر میفهمه، که اونا دوباره برشان آزمایش بده، بالاخره معلوم کنه که این تکلیفش چی است، مکمل تشخیص کنه، بعد از او باز دکتر برشان مشوره بده که این کاندید به عملیات است یا به دواست. سپاسگزارم جناب دکتر صاحب از اینکه در برنامه تشریف آوردین. وقت ما به اتمام رسید و ناگزیر هستیم از حضور بینده های عزیز مرخص شویم و همچنان دیگر پرسش ها باقی مان. خب خیر، برنامه بعد انشالله بخیر باشین. سلامت باشین. خب دوستان بینده هایی بود برنامه امروز که تقدیمتون کردیم. تا برنامه بعد و دیدار بعد، خداوند نگهدارتون. همیشه شاد و موفق و کامگار باشید.